شدم. خسته نباشین بچه ها، تو امشب شورشو در آوردی. بسه دیگه، تو کی میخوای انتظار بکشی؟ بلند شو، بگو، بخند، برم. راست میگه دختر، آخه ما به خاطر تو اومدیم اینجا. اما خودت نشستی ما رو تماشا میکنی؟ آخه هنوز یار عزیزش نیومده. هر وقت جعفر جونش اومد اونم مثل ما شلنگ ریخته. جعفر جونش یا جعفر جنی؟ معلومه جعفر جنی. راستی چرا بهمون میگن جعفر جنی؟ چه میدونم، خودش میگه چون بچگیش قش میکرده بهش میگفتن جعفر جنی. حالا چرا اینقدر گیر کرده؟ آخه بابا پسره برای خودش مدیر هتل، مسئولیت داره. جون همین دلیل نمیشه که محبوبه رو چشم به راه بذاره. حتما میاد. چرا اینقدر درباره اون حرف میزنی؟ ببینم چیزی میخوریم بگم بیاره. او البته بگو به سلامتی جعفر آقا یه دور مشروب بیاره. حالا گارسون که رفتون برفتون بلند شده ما میریم. تو شهر فرمیاد هم با یکی پاشو برم یه کاریش میکنم. ما بعد از رفت مشروب میکنیم. آقا چیکار میکنی مرد حسابی؟ صورت هم درد آمد، چرا قایم میزنی؟ اینگار به حضرت علی خوبی نیامده. این خوبیه؟ خب بله دی، این سیلی زدن بعد از اصلاح هزار یک خاصیت دارد. مثلا چه خاصیتی داره؟ اولا دشین که صدای قشنگی داره، میگی نگوش بده تتک تک 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 دنبگی رو برای خدا برای که بیامرزه صدای قشنگی داره. این یه دنه بود هزار و پوستد و نبود نوتایی دیگه مونده. بگم من همین یکی که گفته واسه هزار پشتم کافیه. باش زود باش، من باید به جشن تولد محبوبه برسم. کدام تنم کش به جماعت علکو گلا زود باش به جماعت علکو. خیلی چی شد قربان؟ اون شاگردن که یاد رو رکش حواست من پرد شده. خیلی معذرت میخوام، واقعا معذرت میخوام. متشکرم. بری من کتو این حواست نیست با من دیگه قاطی کتو شلوار شده است. زنانگه معذرت میخوام. ببخشید آقای مدیر، اون دختر خانم فرنگی تشریف آورده. او خیلی جان چی شد؟ دیدی بیچاره شدن. برای چی؟ خب خانم جو میخواستی بگی جعفر نیست، رفته خونه شون، مرده. پول منو خورده. بالاخره یه جوری دست به سرش میکردی و میرفت. من چه بدونستم شما امشب دلتون نمیخواد ایشونو ملاقات کنی؟ حالا چه خاک من به سرم میریزم؟ من بگویم دزبشون بکن. خاک آلو. چی شد؟ چه خاکی؟ آلو زالو. ایتونو میگم که بدارم تو بگذشت ها، یه فکری به حال من بکنید. من یه جا قایم ها بکنم. من چه کار بکنم؟ شما چقدر هش میبختیه میر. آخه میدونی میدونی من داشتم دنبال چیز میره. پول اصلاحی من میگشت. خود نوی میگشتم. بله امشب کرلی کشکر کردی. شما حتما دنست من آمد اینطور نیست جفتی رئیزا. یعنی به دلم یه الهام شده بود. بله خانم جان، جفی جان چون میدنست شما میایی صورت همچین چرخیه کرده. چرخیقه؟ چرخیقه چی هست جفتی؟ مرش کن عزیزم، پرتو بلا داره میگه. ببینم عزیزم حتی اون تو امشب کار داری نه؟ نه نه من امشب آمد که پیش تو بود. میخوام نباشه. ایکی باب شما؟ ایکی گفتم خوش اومدی. یک گوری یه جعفر آقا خیلی به شما علاقه داره. امشبم همهش منتظر شما بودم. الکی راست میگه جفت؟ آره راست میگه. میبری بریتم میبری. آتب کن باید قسم خور که حتما منتظر من بود. میگم به جون پنج تا بچه‌ام من منتظر تو بودم. برو بری برو بری. به سلامت آقای مدیر. انشالله که خوش بگذره به جناب علی. تو چند جای اونجا باش، من الان میام. من بریم. آره برو بین جوینم خنگ خدا. اگه محبوب تلفن کرد بگو زره بچهش از مسافرت برگشته. و میدونی نه چرا؟ خیلی معذرت میخوام، من اهل دروغ نیستم. این دفعه رو بگو جان دلم اومدم. جیفی جان بیچاره محبوب رو بگو الان منتظر اینه. از بس حق بازه. تو رو خدا ببین به هر دختری میرسه میگه به جون زن و پشت بچم، در حالی که نه زن داره نه بچه. قربان اون چشمای قشنگ تو برم، اگر جعفر آقا این حرفا رو نزنه دخترم مثل آدم سه بلبل نشان اینی میچسبنده ول نمیکنن. اون وقت مجبور روزی هفت عروسی بکنه سوتش خودش میگیره که حتی شما این چرا من زد؟ جفی جان قربان تو برم من قدرتون 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 مایی ابن ملجم واسه بیم این ناجنس حق باز. حالا کار تو به جایی رسیده که اول شبم توی خواب را میفتی. الان حسابتو میرسه. بیا جلو جلو بیا جلو بسرم بیا جلو بیا جلو.
جلو بخور، پوپ نکن بچه از خواب بیدار میشه. بیا صورت بشورم، میخوام بریم صبحانه بدم به تو. اینا کاری نامرد، اگه مردی بایست مردی بیا. خب عزیز دلم گلی جان، تقصیر خودت ده، تو میدونی این نامرد جا خالی میده. پس تو میدونستی اون جا خالی میده؟ خب بله دی قربان تو، بله قربان اون گره غمبیلت برم. خب ریخ که ریخ به جهنم، به اسفل و سافلین. بله بله بفرمه، میخواستم با جعفر آقا صحبت کنم. شما؟ ها محبوب خانم، ایشون خیلی وقت تشریف بردن. دقیقا نمیدونم ولی خیلی وقت رفتن. متشکرم. کسی اینجا هنیست؟ بونژور مدمدل، حالت چطور هست؟ متشکرم. فرمایشی داشتید آقای عزیز؟ خب معلوم هست، اتاق میخواهد. آقای دروازه‌بان. بله خانم. یه اتاق بدید بیا. سلام عرض میکنم. سلام، ببخشید شما دروازه‌بان هستید؟ اسم فامیلمه، ببینید اینجا نوشته. شما چه نازنین هستید دروازه‌بان. لطفاً اسم و مشخصات خودتون اینجا بنویسید. واه، مده میخواهم ازدواج کنید. این مقرراته. چقدر تشریفات داره، بده من قلمتو. آقا رو به اتاق 11 راه نمایید. بفرمید قربان. اجازه، من چند تا شرط دارم. اولا باید من فندوق صبحانمونو تو رخت خواب بخوری. بعدم صبح به صبح سلمونی بیاد و اصلاحمون کنی. اتفاقا خودش اینجاست، آقای صابکار سلمونی هتله. سلام آیان. سلام، تو چقدر نازی. مشکل ناز قربان. چوری میگم جونی؟ بله بله، من نازم و خودم خبر نداشتم. حضرتی جونی بندش گوشو. چی گفتی؟ تو با این لیکنم خجالت نمی کشی درازی بیغوار عدایی با چگوندقیه رو در میاری؟ ای وای، عوضی فهمیدی جونی، اسمم شوشو. نفهمیدم آخه، اینیم شد اسم، اسمم من آقای قدرت الله خان صابکار سلمونی، با مهمونای هتل سر به سر نزار. برا گیم شر میزم توی کلجتا. برمی شما رو راه نمی کنم. مکسی موش بخوره تو رو. موش آیه مدره تو بخوره، خفه شو. این چی جانوریه؟ من نمیفهم اینجا دارالمجانینه. گوش کنین بچه ها، اگه از جعفر آقا خبری شد Thank you.
میمونه. داداش مگه نگفتم با این دختر عروسی نکن، قدم شومه. دیدی نزدیک بودی یه نفر زیر کن. چی داری میگی؟ خود داماد آقا چی شده؟ نمیدونم، باید ببرمش مریض خونه. آنه دلم بابا کاری داره عزیزم؟ کارش کرد و حقه به من دست. چقدر دفت کلم حرف میزنی؟ چشم عزیزم، قربونت هم میرم، بفرمایید اینم حوله. بیا کنی مخصوی؟ او جیفی جان، باید اوتا به هوا پیما رسید. صبحانه حاضر هست؟ نه خیر عیزم، قایب. من اینجا وسیله ندارم که صبحانه درست بکنم. صبحانه رو باید بیرون بخوریم عزیزم. آره جیفی، من دیگه وقت ندارم. من باید پرواز کرد. شما با خود چی گفت؟ وای دیخ کردم با یه حرف زدنی. چی گفت شما؟ هیچی عزیزم، گفتم حیف شد که تو میخوای بری. هفته دیگه باز من آمد جیفی جان، شما گسته نخور. چی خبره مسرت بخشی؟ تو چی گفت بخود؟ چی وزوز کرد؟ وزوز پدارت میکنه. میدونه عیزم، میگم هواپیما پرواز کرد. زود باش باید به هواپیما برسیم آخه. بس گفت کلیدی شد. جیفی تو گفت از من یه فرندگی نداشت. قسم خورد، قسم خورد. به مرگ پنج تا بچم قسم میخورم، به غیر از تو هیچ گرفرندی ندارم. ولی عیزم ساعت نگاه بکن، الان است که هواپیما بزرر. باز یاد رفتی؟ اشتاد بیداد ولکن میتیزن. چی رو میزنی؟ دکتر گفت چند ساعت دیگه نباید بخوابی. من دلم میخواد بخوابم. نه نباید بخوابی. چشماتو باکن. خودکشی کرده آقا. آره آتا خاطف ها دفلکی. بله قربان، سلام عرض میکنم. سلام جیونی، لطفا دستور بدین آرشگر بیا. این که دیگه قمیش نداره. خیلی خوب، الان میگم بیاد. هپک. آهای سلمانی، نفهمیدم چی گفتی. درست تو باز با من گفتی سلمانی؟ پس میخوای بهت بگم مهندس، آقای مهندس جانم. تشریف ببرین اتاق 11 اصلاح کنی. اما اگر خودت بکشی جلو چشمای من پرپر مرگ بزنی، نخواهم گذشت تو با گولی یک کلام حرف بزنی. خور کندی، گولی به موقعش با من حرف میزنه. پس تو به نامزد آینده من توهین کردی. ای یهو دیدی زدم که 21 بلق پشترم با... کیو بزنیم؟ مربای گوشکوب ها؟ هیچی جانم، هیچ کسی. فعلا دارم تصمیمشی میگیرم، حرف میزنم. نفهمیدم چه خبره؟ بازم که شما داریم با هم دعوا میکنیم. آمین درست بود. مگه نمیبینین مهمون اومده؟ کو؟
بله بله. با این وقت نکردن لباس رو بسیار میکنم. سلام. سلام. داماد دستبند. بهتون تبریک میگم. متشکرم خانم. من شوهر عزیزم دیشب عقد کردیم. از شهرمون برای ماه عسل اینجا اومدیم. البته برای هفته عسل. چون بیشتر از یه هفته نمیمونیم اینجا. با سه هفته دی. ببخشید. دروغ میگه خانم. ممکن از یک ماه هم بیشتر بمونیم. اصلا ممکنه شش ماه بمونیم نه؟ میدونیم. شوهرم از ذوقش نمیدونه چی داره میگه. مگه نیست عزیزم؟ بله بله. اتفاقا موسویت داریم برای کسانی که به ماه عسل میان. اسمشو گذاشتیم عسل. منم همون اتاقو میخوام. همون که داری؟ البته همون. ضمن اگه آقا خواستن صورتشون لطه پارشه سلمونی هم داریم. ضمن اگر فضول باشی هم خواستیم یه دنه درازشو داریم ما اینجا. لا اله الا الله. شیطان میگه همشه شیطان تاب مرده کره. حالا چی میگی؟ هیچ قربانی چی؟ فعلا که شیطان داره یه کلکی دست ما میده. تو هم برای ما شخ باشی. یه کاری بکن که خرخری تو رو با جواما خیلی کار داره. الان میگم راه نماییتون کنم. راستی اینم بگم که شوهرم باید غذای مخصوص بخوره. خودم دستورشو میدم. اشکالی نداره. حسین قلی خان آقا و خانم رو راه نمایی کن. در اون اتاقا اون طرف باقی. بریم عزیزم. بریم عزیزم. با چمدان فرار نکنی. باز که باز کدیم منه نگاه میکنی بزمجه. بیا بریم مسابقه 11 منتظره ده. بیا چشم بیاده. چشم برو درم میام پاسر جان. اگر آرزوی گلی رو به دلت نزشتم. چی گفتی؟ هیچ قربانی. من نمیام. چرا؟ تو باید مثل داماده یک فرنگی منم رو دست ببری تو هجله. آخه چجوری؟ تو یه نگاهی به این هیکل بکن. بابا جنازه من دیدی. من این حرفا سرم نمیشه. بغلم کن. یلا بغلم کن دیگه. بغلم کن دیگه. کمک کنیم خانم بنده رو بغل کنیم. چی؟ بله. ببیا. بنده خانم جنابالی رو بغل بکنم؟ بله. خودش و غیرت کجاست؟ ببخشید شما اینو بغل بکنید بنده هم جنابالی رو بغل بکنم. لنگ پاچه رو بگیم. من نمیدونم یالا. خانه خانم عجب سنگی. هر چی خورده لا اله الا الله. تو چون مجبوری آدم این شوغلفی زنی بین چاقی بگیری برای ما در سر درست بکنی آخر. دو تا مرگ زنه نمیتونم بلند کنم. خانه خرم گتو بشه میزنی بشتم بزن. قیزیل غورت خانه خانه بابا جای خنده بیا کمک بکنین جنازه رو ببرین دیگه بابا جان. به من چه مربوطه؟ خالیش کن رو زمین. خالیش کن. اجازه هست خوربان؟ این کوشه رفته پس پیداشم نیست که. آقای سوسوخان؟ من در حمام هست. اینجا اسلام خود. حمام؟ معذرت میخوام. بنده اهل حمام نیست. بنده اینجا منتظر میمانم. شما تشویش بیارین. همه چیزم حاضر میکنم. میوه چیزی میخورم گیتا شما. الحمدلله میوهم که نداری. سلام قربان. سلام. سلام قربان. نمیفهمم اینجا چرا اینقدر ریخته و پاشیده است؟ پس تو چه کاره ای؟ آخه این چه وضعی خنگ خدا؟ کجا ریخته و پاشیده است؟ چشمت نمیبینی؟ اون چی اونجا افتاده؟ این قربان این چوب کبریت قربان. اگه من گفتم درخت چناره. سلام. سلام. نگاه کن خاکو ببین همش تقصیر شماست خانم. بعد از من شما همه کار اینجا هستید. این چه وضع نظافته؟ آب دستمال دیشب بهش خوشنگ داشتی. آره بگی صافکار بیا صورت من صاف کنه. چشم من قشنگ صافش بکنم گی ناراحت نشید. باز هم که بریدن کردی. جانت سلامت باشد قربان. تا وقتی که بنده پنبه در پنبه دندارم جناب علی از بریدن واهمه نداشته باش. درست بفرد. این دفعه انگار خیلی بریدی. مامی می سوزه. آخه بسوزد. آخه تو یه دقیقه دندان رو جیگر بیزار. این بیسب صورت جناب علی پور از دستنده از اسمان. اول باید این جرس سقیل بیارم صورت صاف بکنم بعد برگردم بیام اصلا بکنم دیگه قربان. ما
کلا درستش میکنم، ناراحت نباش. یه تیکر گرفت. بس دیگه جون پاپات، بس تا همینجا که اصلاح کردی، بس اصلا تمام شد بابا، تمام شد. به جان جناب علی اصلاحی کردم که وقتی بولنشی ها اول باید انعامه منه بده. تمام صورتم و فن بکاری کردی، تازه باید انعامه بده. سر شما درد نکند، صورت به این قشنگی اصلاح کردم، بازم جناب علی حرف داری؟ اصلا این دست من نمک نداره، فهمیدی؟ یعنی توف این دست من. کیه؟ بله قربان، هست آمدم قربان. بله بله چشم. کدوم گوری؟ آقای مدیر دو ساعت منتظرته. آقای مدیر بی خود منتظرن، بنده سلمانی مخصوص های مدیر نیستم، من آرایشگر هتل. قدرت جان دلم سلام عرض میکنم قربان، بنده خدمتگزار جناب علی هستم، به خدا اصلا خدمت میرسم تا چش بزن گوشت، چه بزن تو گوشت. مدام زیر این تیغ خواندنش میگیره. مرسی. خسیه مادر بر. اوه جان چی شد؟ این خط محبوب است؟ الان محبوبه چه وقت نامه نوشتن جنرال بخوام ببینم؟ نمیدونم، بذار ببینم چی نوشتی. اجازه بده من صورت نوشتن بذار تم کن. برای صبورش میگوش که دخور من تو بخنده. جعفر عزیزم چون از زندگی سیر شدم، از تو و از این دنیای شلوغ خداحافظی میکنم. امیدوارم خداوند مرا ببخشد، چون میدانی که خودکشی گناه بسیار بزرگی است. ای داد بیداد، حتما میخواد که بلای سرت بیاره. راست چرا جناب میاد؟ بلند شده همینطور توی راه بیدارم گیری بلند و خانه خراب. چی شده؟ نکنه دو مرتبه جنی شده؟ اگرم نشده باشد حتما میشود، چون به نظرم محبوب خانم یه بلایی سر خودش آورده باشه. نه ترس، حتما خواسته جعفر جونشو به ترسونه. پس تو به خاطر این مرد بود که میخواستی خودتو از بین ببری؟ آره، آخه دیشب جشن تولد من بود، ولی اون نیومد و منو پیش دوستم سکیه یه پول کرد. این که دلیل نمیشدم خودکشی بکنه. اگه من نرسیده بودم که تو قصر خونده بودی. میدونم. ببینم اگه موافقی شماره تلفنشو بده، بهش بگم که تو نزدیک بود چه حماقتی بکنی. اتفاقا خودم میخواستم ازت خواهش کنم که این کارو بکنی، چون دیشب یه نامه نوشتم و براش فرستادم. اگه این نامه تا حالا به دستش رسیده باشه خیلی ناراحت میشه. خب پس شماره شو بگو. 312-975 هتل مورگان. سب کن ببینم، یادم رفت بپرسم تو هنوز خودت معرفی نکردی. اسم من امیره، چند روزم هست که افتخار پیدا کردم همسایه‌تون بشم. پسر بانمکی هستی؟ دیگه خجالت هم نه. ممکنه یه زحمت دیگم بهت بدم؟ حتما. به 922-335 تلفن کن و بگو محبوب مریضه، نمیتونه بیاد سر کار. البته باید بری تو خیابون تلفن کنی، چون تلفن آپارتمان خرابه. ببینم مگه تو کار میکنی؟ آره، توی مغازه صفحه فروشی. آخه من کسی رو ندارم، خودم باید نون خودم رو در بیارم. درست. نمیخوام ریخته تو ببینم معذرت میخوام. اب نداره، تلفن کردم گفتن جعفر آقا رفتم بیرون. بله، تشریف آوردن اینجا، آقا هستم. شما از بالماسکی اومدین؟ نه خیر، از دارالمجانین آمدم. هر که با این خانم سرکار داشته باشه وضعش بهتر از این نمیشه. مثل یه آقام از خودمونن. شما اونو تو پای مرد کشوندین، حالا یه چیزی هم طلبکارین؟ نه فهمیدم، سرکار داروغه یا وکیل وسیع ایشون؟ اون دیشه منو از مرد نجات دادنه، من الان زنده نبودم. چه آدم های خیلی به ما میشن. اگه یه وقت با من کار داشتی با مش بزن به دیوار. سلام قربان. سلام از بنده است قربان.
طرف خیلی تو هم بود. مثل اینکه اتفاقی افتاده. الان بنده میرم تا توی قضیه رو در میارم جان شما. سرکار چی کاره این؟ بنده جناب صافکار سلمانی. بودو، برو ریشیده بسرش بودو. من خودم تحتوی قضیه رو در میارم. ببین اصلا من ریش دارم. اصلا بگو این گراز چه میلیون مدت از جان من چی میخواد جان شما؟ با مرگ تو اگه بخاطر تو نباشه بلایی بسرش میدم. بعد محمد بزا. صافکار. بله. بلا سر کی بیاری؟ سر خودم آجان که از دست تو تو راحت بشه که بابا این مرده که من ولی میکنه جان شما. نگاه کن. پو 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 کی پو جانی کی؟ تو میگم یعنی چی؟ حالا دعوا نکنیم بریم ببینه جعفر. من میخوام بریم من که نمیذارم جان شما. کوفت کاری میگه سر در تا سلمونی به این ناجنسی نوبره. خداوند اشانتیون خلق کرده. اشانتیون ای خدا قربان شما برم الهی. نبینم شما اینجوری ناراحت باشین. خدایی نکرده اتفاقی افتاده. خودم کردم که لعنت بر خودم با باشد. کی باشم؟ چی گفتی؟ خیلی معذرت میخوام. عرض کردم که الهی من بمیرم نبینم که جناب علی اینجوری ناراحت باشه. میگن که سلمانی ناسلامتی محرم اثره. آخه تو که بلد نیستی حرف بزنی پس خوناق بگی بذار من بپرسم. باز این دخالت کرد. الهی بمیرم. اله همین. آخه چه اتفاقی برای دور افتاده؟ مثلا حرف زد آقا. فارسی رو با فارسی ترجمه میکنه در روی بنده هم حرف میزنه نیشن. میدونید بچه ها این زبون بیساب مونده من با دو تا کلمه حرف بیجا پات دست و بام گذاشته تو بوسه گردو. پس درست گفتن که زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. محبه ببین شاعر چی گفته؟ سر سبز دی یعنی چی؟ آخه تا الان کسی کلی سبز دیده مگه اینکه کلی بیمونی جنابانی سبز باشه؟ این یه ضرب المثل خنگ خدا. خب غلطه ده آقای دانشمند. زبانی که حرف بیجا بزند باید مورید اندخت دور. دیش شرمیم هم لازم ندارد. تو من شد را بکارش بفرما کارش اینا. آی سادکار راست گفت. من علکی یه توبه میری به محبوبه زدم. حالا اون پاشه کرده توی یه کفش که زن و پنج تا بچه منو ببینه. بله پس کارتون خیلی مشکل. درست ولی بقیده بنده خیلی مشکل میشود. این آسکی آسان میشود این مشکل حل کرد. چطوری؟ آها الان خدمت جناب عالی عرض میکنم. محبوب خانم گی زن و بچه و زنانه جناب عالی رو ندید. درسته؟ کاملا درست. آها پس شما میتوانین هر زن و بچه و زنانه دیگری رو به جای زن و بچه شما به محبوب خانم نشان بدید قربان. آخه اینم شد راه حل. بی خود میگه قربان. من الان خودم حلش میکنم. بگو جرم بگو. محبوب خانم که بچه ها و زنانه شما رو ندیده. پس شما میتونین هر زن و بچه رو به جای مار خودتون نشونش بدین. آها باریکلا. نه واقعا آفرین شاکر کرد. تمیز بود. آها عالی بود. قربان امجان تو بایی. نگاه به هر حال بد فکر نیست. بله اما زن و پنج تا بچه رو من از کجا میتونم پیدا بکنم؟ بلده من بی‌تقصیرم. این که مهم نیست. میتونین از خانم اشوگر نامزد آقای صافکار استفاده کنین؟ نفهمیدم چی گفتی؟ تو چکر به نامزد آینده یه بندی داری ها؟ بابا تو هم چقدر گدایی. فقط نیم سرال زن جعفر آقا رو بازی میکنه طوری که نمیشه. بابا تو چی داری میگی؟ نامزد آینده یه بندی زن آقا رو بازی بکنه طوری نمیشه. چی میگه لفظی شده؟ ما تقریبا میخوایم یک صحنه نمایشی بازی بکنه جان من. نمیخوایم به زن تو کاری داشته باشیم. تازه اونم اگر بتونه رول خودشو خوب بازی بکنه. من باش تمرین سکسی میکنم یاد میگیره. بله 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 بجون بکن بودو. بپر بگو بیاد. من نمیدونم. آقای صافکار یعنی شما نمیخواید به من کمک بکنی؟ چرا قربان بنده دلم میخواد به شما کمک بکنم. شما دستور بدید. دیگه باز من دستور داد همه سر پوف میکنه. من از بر بود آقا این یابوزه یه از خانوانه بود. چرا رو ببرید شما تو اون مرات آقای حسین قلی خان شما هم بفرمید. جلت بفرمید. چشم من از این دختر آب نمیخوش. فکر نمی کنم بتونه رول خود که خوب بازی بکن. چیزی نیست عزیزم. یه تاعت باید بازی بکنیم که تو هم رول داری. تاعت خودت دیلم میخوادم که رول تو قشنگ بازی بکنی. آها ببینم اون یارو نرگوله دختره رو با خودش کجا با؟ حالا نمیدونم. الان خودم میفهمم. ببینم من یه خانم باید اینطوری راه بره. ببین ملتون کارم گروهی شده. ها خوشت اومد؟ بیا حالا دیگه نوبت تو. بیا بیا قربون قد رشیدت برم شاخشم شاده. بیا چه قربون صدقه میرزم. برگرد برگرد برگرد. اوه سب کن سب کن سب کن. چی شو؟ ناخونک نزن.
کوسی مولی خانیشم نکن، دستی نداری. خیلی خوب، فقط با زبان یادش بده که کاری یاد بگیرد. نگاه کن تو رو بخدا. برین کنار، برین کنار، برین کنار. این کارش منیست، کار منی که از خارج آمده. به 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 به، چه اندامی، چه هیکلی. تو اصلا، تو اصلا ساخته شدی برای خانومی. نگستم آقا. بابا جان تو عجب آدم ساده یه سیاهی ندارم سر به سر تو میزنم بگه اون گالی عرفانی. توجه، توجه. حالا پشت سر من وایس. هر طور، هر طور من راه رفتم تو هم بیه 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 اوها برو کنر بابا جان، برو پیکرد. مگه من اینجا کلاس رقاصی باز کردی، مسخره بازی در آوردی. ایوات تو چقدر خشنی خودی جون. خیلی خوب، بس دیگه، بس بس. این کارا فایده ای نداره. خانم بفرمایید سر کارتون، بفرمایید. چشم آقا. ایوه من هم آمدم خانم اشفیکر واسه پیر. اون کجا بره بره؟ شوشو هم با نام زده آقای صاف. ببینم ممکنه منم موضوع رو بفهمم؟ چیزی نبود خانم جان، داشتیم برای شب جشن یه برنامه تئاتر درست میکردیم. نه بهتر اونم حقیقت رو بدونه. باش راستش برای بنده مشکلی پیش آمده. ده عزیزم به خوب نیست که تو اینجا بمونی، باید تو هم یه کاره. خوش برسم بی سلیقه بی تربیه. یعنی بگو بسا که دورم خیاره. پس شما مجبورین زن و بچه ای رو که ندارین به محبوب خانم نشون بدین. بله آره، فقط به خاطر یه تو بمیری. حالا یه زن و پنج تا بچه رو از کجا پیدا بکنم؟ به نظر من اول باید زنی رو پیدا کرد که به جعفر آقا بخوره. ای باری کلا به این کله بیمو. آب پنیر. جعفر آقا یک زنی میخواد خوشگل باشد، نجیب و باوقار باشد، خوشتر و لباس باشد. درست ما پیدا کردم. درسته. درست. درست. منظورت رو چیه؟ درست. دیگه بهتر از این نمیشه. بیا بریم عزیزم، بیا باهات خیلی کار دارم. بیبریم کجا؟ من نمیتونم با شما بیام. معذرت میخوام، ممکنه خانم امروز افتخار به من بدن با من نهار بخورن. بیا بریم. ولی آخه بریم عزیزم، بیا باهات کار دارم. میشه تابند من یادم جلوی بزرگتر از خودش میخنده. باشنار پوف کردی قرقروت. آخه دنیا رو ببین که این دراز طویل المدیه. چی سلام نشورم کلک پشت دریه کجه با بابا شما نمیخون از این لباس دل بکنیم؟ رفته بودیم عکس بگیریم. بگیریم؟ بله آخه یه شب عروسی وقت نشد عکس بگیریم، مگه نه عزیزم؟ بله برای همینه که آقا شیش در چهار موندن. ولی واقعا حیف بود اگه شما عکس نمینداخته، چون برای کتاب علم الاشیاء لازمه. بله بله. علکی علکی خیلی متشکرم. شما چقدر خوب بلدین تعارف کنین. بسی تا یادم نرفته نهار شوهرم بیارین تو اتاق. پنج تا سیخ کباب، هفت تا زرده تخم مرغ، یه دیس پلو، دو تا مرغ هم بذارین بغلش. 25 تا موز برای دسرش بیارین. بی زحمت. اخی یه نشکشم خبر کن. خدا نکنه دروغ میگم. بالاخره قبول میکنی؟ نه من نمیتونم این کارو قبول کنم. یعنی از من بر نمیاد دور زن تو رو بازی کنم. آخه چرا؟ نمیدونم. راستش من هیچ وقت تو زندگیم رول بازی نکردم. همیشه خودم بودم. ولی این کار لطمه‌ای که به تو نمیذاره. فقط یه باری رو از دوش من برمیداری. اما آخه خواهش میکنم قبول کن. من رو هوای یه دروغی گفتم که حالا توش موندم. چرا گفتی؟ مگه مجبور بودی؟ خودم هم نمیدونم چطور شد اون حرفو زدم. ولی به هر حال تو باید به من کمک بکنی. کی به من کمک میکنه؟ تو احتیاج به کمک نداری، لاغر فعلا نداری. وگرنه آدم وگرنه چی؟ منظورم اینی که تو اگه یه وقت احتیاج به کمک پیدا بکنی من غیر ممکنه چیزی از تو مزایقه کنم. مطمئن باش. درست میگی. معلومه. خیلی خوب، اومدی من قبول کردم رول زن تو رو بازی کنم. پنج تا بچه رو از کجا میاری؟ مگه قسم نخوری زن و پنج تا بچه داری؟ آره راستش خودم هم نمیدونم چه کار باید بکنم. اصلا من آدم احمقی هستم. بی خود بی جهت دست و بال خودم گذاشتم تو انا. چرا بی خود بی جهت؟ خوب طرف دوست داری، محبوب خانوم میگم.
فیرن که بد جوری گیر کردم. باید یه فکری بکنم از این مخمصه نجات پیدا بکنم. اصلا چرا من باید این حرفو بزنم؟ چرا باید دیگم 8 بچه؟ چرا 3 تا نه؟ ناراحت نشو، بچه ها رو من برای تهیه میکنم. از کجا؟ من خودم 4 تا بچه دارم، 5 رو میشم از یه جوری میکنم. نفهمیدم، تو 4 تا بچه داری؟ اما تو که گفتی شوهر نکردی. مگه نمیشه بدون شوهر صاحب بچه شد؟ ولی تو آنه چی؟ به من نمیاد بعدی عاشقم بشه یا اقلن؟ ابدا منظور من این نبود، تو از خیلی ها خوشگلتری. یعنی چطوری برات بگم؟ بسه دیگه، چوب کاری بسه. بچه ها مال من نیست، مال خواهرمه. بچه های خواهره؟ اونا پیش تو هم؟ مهمونی آمدن؟ نه، تقریبا 2 سال پیش خواهرم و شوهرش توی تصادف از بین رفت. بچه‌هاشون بی سرپرست موندن. من مجبور شدم اونا رو بیارم و پیش خودم نگه دارم. تو یه انسان واقعی هستی. این کار من هی مقداری واسه خاطر مادرم بود. آخه تنها دلخوشی تو این دنیا منم و این 4 تا بچه. یه چیزی یادم اومد. من تا حالا نشیدم تو راجع به پدرت حرفی بزنی. هیچ وقت راجع به اون حرف نمیزدم. چرا؟ ببینم. اون زنده است. نمیدونم. اون 20 سال پیش ما رو ترک کرد و رفت. اون موقع من 4 ساله بودم. از این بهتر حرفشو نزنیم. خب من کی بعد رو میخوانیم شما رو بازی کنیم؟ فکر میکنم شب جشن بهتری موقع باشه. در هر حال خیلی ازت ممنونم که بهم کمک کردی. ممنونم خانم. یه اتاق بدید به ایشان. اطاعت. متشکرم خانم. خواهش میکنم مشخصات خودتون اینجا بنویسید. حسین قلی خان. بله آقا. اتاق 15. اطاعت میشه. بفرمایید قربان. از این بر بفرمایید. بفرمایید قربان، اینجا اتاق شماست. ببخشید آقا یه سوال دارم، اون خانم خیلی وقت تو این هتل کار میکنه؟ بله تقریبا 2 سالی میشه. شوهرم داره؟ نه خیر آقا، خیلی هم نجیبه. بله آقا. مخصوصا برای این آهنگ قشنگی که ساختی بهت تبریک بگم. تو این آهنگ رو ساختی؟ نه. آره؟ یعنی تو الهام بخشش بودی؟ در واقع الهامی که هنرمند رو وادار به خلاقیت میکنه. پس اگه اینطور باشی من باید خیلی به خودم بنازم. جعفر اومد. آقا فرمایشی دارن، هر صفحه میخوام تقدیمتون کنم. فکر نمی کنم صفحه داشته باشی که من باش نرخصونده باشی. منظور چی؟ منظور من اون پسر هست. بازم آماده اینکه تو از مرگ نجات بده؟ اون آهنگ سازی، این از آهنگوشی دیگه برای سفتی کردی. نرسم فرمودیم یه آهنگ جدید میخوان؟ من گفتم. چشم منو براتون میرم. حتما میخوایم گوش کنی؟ بنده غلط میکنم. آهنگ قشنگیه. بیه ببینه چرا دل داده بودین قلوه گرفته بودی؟ بی خود چرم نگو، اون با من هیچ کاری نداره. تو چطور؟ یعنی چی؟ آقا سفر پسندیده؟ بله ممنونم. تو حالا اومدی اینجا دستی پیش گرفتی که پس نیفتی؟ یادت رفتی چی کار باید میکردی؟ پس زن و بچه آقا کجان؟ چرا به من نشونشون نمیدی؟ منم برای همین اینجا آمدم. چی خبر شده؟ فقط همین سفر رو میبریم. نه یه چند تا می دیگم لازم دارم. متشکرم. گفتم شب جشن. ببخشید. سامیگو برات علیت مخلصم. چی گفتم؟ یه کمکی هم به من بکن. ستور محکم میگه داری یا قدرت شد؟ خیلی خوب نهنده. خیلی خوب نترس گروه بالا، من تمام حواسم من به نردبانه.
نفهمیدم آقا با کجا نگاه میکنه؟ به همون جایی که تو نگاه میکنه. عجب گرفتاری شدم من از دست این پسره. من این سبی شاید من بخوام خودم رو پس بکنم واسه دیگه چه، شاید بخوام مو خودم رو بسنم با دیوار. تو هم باید این کارو بکنی؟ نه مگه من دیوونم؟ نفهمیدم آقایون دارن سر تفسرونه دعوا میکنن. پس بگو چرا من رو فرستادن اون بالا؟ خوش برسلتون. بابا تو که قدرت نمیرسه، بیا بالا بیا بالا، بازم برو بینم بابا خوشی تو منه، برو بکرد بینم مرد باست. وای وای مرد، لا اله الا الله، لا اله الا الله. مرد چه؟ چه میگی تو؟ ایکی مگه من حرفی زدم؟ چه؟ عطشو نداری حرف بزنی؟ چی با؟ ای بو خدا این از من میترسه، به جان خدا من بی خود از این میترسم. اتاق شما شده، چیزی هم برده؟ خوشبختانه نه، یعنی من چیزی ندارم که دوست ببره. در هر حال اگر اشیاء قیمتی دارین میتونیم به صندوق هتل بسپاریم. متشکرم، من چیز با ارزشی ندارم. میل خودتونه. صبر کنین. فرمایشی دارین؟ اگه ممکنه دستور برین شام منو بیارن همینجا. الان میگم بیارن. شیرتیم نخوردی را افتادی گردن کلوفتی بی پدره در بدر بریم از این ور خانه خاله جان، از این ور هنگورنس بکش الان میبرم تو کچکم فرقون تو رو میخوابانم خودم هم موازی بتستم به مرگ تو الان حسابت میریسم برو جمعه جان خیلی کن بسه گردنی برو برو پایین بینم بودو برم بشنه. نگاه کن نگاه کن، عجب روی داری این پستر نامر. چی شده؟ آبشو گشتن چلو شده. نگاه کن
ایوا چرا خود گولی خان افتاده اون پایی؟ هیچی تیفله که هر شب عادت داره توی خواب را برد اونم فقط یه را را بلده اونم رای اتاق خانم ایشبگر نامزد آینده بنده چه بی سلیقه ده نامردی دراز بلند شد یه بلند شد این سبت برسم نمیشه تو راست بزرده اینقدر به هم نچسبی؟ حسودی شدی؟ حسودی؟ چه حرفا میزنی تو؟ گوش کن جسد مثل که یادت رفته من برای چی اینجا آمده حسن و بچه از کجان چرا نیومده؟ زن بشه الان پیدشو میشه تو مطمئن باش ما امشب بازکارمون رو انجام بدیم یعنی راحت وارد اتاق پیرمرده بشیم و هر جا جواهرات رو مخفی کرده پیدا کنیم اول تو رضا وارد هتل میشین بعد توی فرصت مناسب وقتی که من اشاره کردم خودتون رو میرسونیم به اتاق پیرمرده متوجه حرفم شدین؟ بله بیاین اینم کارتای ورودیتون منم چند دقیقه بعد میام با خوش آمدیم با فرمایین برگن شام برو خوش آمدیم ریم دم دم دست تله الام ریم دم دارم دم ازت خیلی دلخور هستم جونی چرا منو به این جشن دعوت نکردی آقا جان امشب دعوت معوتی نیست هر که وارد شود ورودیه باید بدهد چی بدهه ورودیه جان فلوس آقای صافکار کج و معوج اجازه میدین من جوابشونو بدم بفرمایید آقا شریفی ما چی چی رو؟ انعام آها بله آشه بفرما قربان بفرما این بر اون بر یه بری بفرمایی خوش آمدی بدی من آذر خانم هنوز نیومده نه خیر نیومده از اون موهای سیفیدش خجالت نمیشه که تو بمیری اون که مو نداره ساندویچ بغلتون کله رو نگاه کن یک به سپایی میگه اگه نیاد محبوب همه چی رو میفهمه ناراحت نباش قربان اون اگر سر گردنش برا وعد خلافی رو تو داره میاد داره شد خانم و بچه ها تشریف نیاوردن تو چرا اینقدر عجله میکنی؟ حاضر کردن پنج تا بچه کار آسونی نیست که در هر حال من تا یه رو به دیگم صرف میکنم اگه نیاد نیان چی؟ مگه میشه؟ همون که گفتم فقط تا یه رو بدیگم کجا میری؟ پسر جان مرسی بخور خیلی خوشحال شده سلامتی نوش آخه ناسلامتی تو هم مردی باشی دست منو بگیر ببر اون وسط یه تکونی بخور من یه حال تکون خوردن نه پس بلنشو بریم استراحت استراحت؟ آره عزیزم نه میرفت من ویل کنم تو با چسبی آها تو بیمیریم فیتیلی رو باید گوشی در بیاریم الهی من فجات شد خود قدرت یک دو سه یک چی شد؟ گور شیطان میگه همچه بزنم توی فرق این کمر من چه؟ من از اولم حتی زدم تو دروغ میگی اشتباه میکنی تو یه خود سب کن الان با هم میریم عزیز من بسی دیگه هرچی سب کردم اگه به زنت گفته بودی بیاد تا حالا اومدی بود اصلا گذشته مگه زن و بچه تو همین هتل زندگی نمی کنم چرا ولی آخه زن من یه چخان بسته من دیگه نمیتونم منتظر بمونم بریم همین سلام
اومدی عزیز دل تو که پدر جعفر جنونی در آورد چرا دیر اومدی آقا با من چه جور حرف زدن نیم خورده ملخ خیلی خوش اومدی بابا تو که به در جعفر جنونی در بردی چرا انقدر دیر کردی اما نمیفهم آقا کچل تو چرا زبط سمت ما شدی یه عیدم من دروغ نگفتم آقا زنش خیلی قشنگه بچه هاشم قشنگه احمق به چی میگی؟ با همون که با داشتن یه همچین زنی بازم دنبال دخترهای دیگه هست اگه منظورت منم اشتباه میکنی من و جعفر واقعا همدیگر رو دوست داشتیم دوست داشتیم؟ مگه از امشب نظرت عوض بایش تو که پیر من در بردی آقا چرا اینقدر معطل کردیدن؟ داشتم خودم رو درست میکرد خیلی منتظر شدم چطوری عزیزه؟ مثل اینکه خیلی با همسری میاد بهتره ما بریم با جیب میره طرف نره میره ای خدا یا صرف کن های مانه ستاره امشب این مجلس فقط شما هستید ولی حیف که یکمی دیر طلوع کردین منظورتون رو نفهمیدم منظورم این که یکمی دیر تشریف آوردین من کم کم داشتم از اومدنتون ناامید می شدم شما؟ بله یعنی به خاطر مدیر هتل معلوم بود خیلی نگرانه دیدی اشتباه کردی؟ فهمیدی من به تو دروغ نگفتم؟ آره ولی می خوام یه حرفی بهت بگم زنی تو واقعا قشنگه به نظر من خیلی هم نجیبه ببینم چرا بهش نارو میزنی؟ گوش کن عزیزم ممکنه تو درست بگی اما من زنم چجوری بگم اخلاق اون با هم جور در نمیاد یعنی چی؟ یعنی خواهش میکنم دیگه راجبه اون حرف نزن بیا عزیزم بیا این مال توه برای تو خریدم پیدا شنم مریم تو پیش خودتون نگه میدارید این کار درستی؟ خب اینم یه عادت ولی کار خوبی نیست شما باید اونا رو به صندوق هتل بسپردید ولی راست میگه شما حتما این کار رو بکنید این کار برای ما مسئولیت داره نمیدونم چی بگم حقیقت اینه که من یه عمر کار کردم و زحمت کشیدم تا تونستم این جواهرات رو تهیه بکنم برای چی؟ خب شما میتونستید این پول رو بله درسته میتونستم پولش رو پس انداز کنم اما تو زندگی هر کس برای خودش یه هدف و آرزویی داره منم تمام امیدم اینی که یه روز اصلا چرا این حرفا رو برای شما میزنم بفرمایید خانم میسپارمش به شما بذارید براتون رسید بیارم احتیاجی نیست شب بخیر شما چه جوری میگم که بذارید کمین خب من صحنه رومانتیکی میبینی پسر دایی جان
بهتر ما بریم می بزنیم. آره بریم می بزنیم. آی جیغ جیغ زده ره. ای آبش باز دامادم داره به لواش بکر. آدم ها نگاه. بازم استراحت. نره ها. من دارم. شد نفهمیدم. آی کتی جنوالی لک شد دارم پک میکنم. آی میرم و مردم. نفهمیدم. اصلا کی گفته تو جلو نامزد آینده بنده بشکم بشکم بزنی؟ نه چه داری نخه؟ شکرم از اینکه امشب همراه من اومدی متشکرم. بیا کتیتو بردار. شب بخیر. بسیری نمیری بخوابی؟ داشتم فکر میکردم. به چی فکر میکردی؟ به اینکه یه مرد زن و بچه دار به یه دختر هدیه گرون قیمت میدی. منظور چیه؟ گوش کن محبوبه، من فکر میکنم تو داری با خوشبختی یه خانواده بازی میکنی، ولی تو خودت شاهدی که من دلم نمیخواد جعفر رو از زن و بچهش جدا کنم. پس چرا هدیهش رو قبول کردی؟ بقیده تو بهتر نبود این گردن من الان به گردن زن جعفر باشه تا به گردن تو؟ نمیدونم، خودم هم نمیدونم چی کار کنم. من بهت میگم همین فرد رو بفرست برای صاحب اصلیش، برای کسی که باید مال اون باشه. بازش کن. سلام خانم. سلام. سلام خانم. سلام. سلام. این بسته رو این ساعتش برای شما آوردم. کی آورد؟ نشناختمش، فقط گفتم بدم به شما. انتظارشو نداشتم، خیلی قشنگه. آره، ولی خب میدونی قابل تو رو نداره. ولی برای من یک دنیا ارزش داره. هیکله برم کدوتم بر میخوام نری. اوه وای بیچاره داماد جنازه شده. خدا بد نده آیه جنازه. چی آیه داماد خان چی شده جان؟ حالا چه داده برادر؟ رفته بودیم دکتر براش دوای تقویت بگیریم. مواظب باش استراحت سر نمیخونه. وای بازار استراحت بمیرم اللهی خدای شکر. میگن چطور منم برم بشه دکتر یه قدر دوای تقویت بگیرم؟ آشکانه است که خود ببوید نه احمقشون تو گوید ده. من نخوای خبرار بده به خانه ما برسیم دی بابا این لخونه ایسمایل میشه توی آشه. Thank you.
من مزاحمتون نمیشم، میرم تو اتاقم یه خورده استراحت کنم. آقا بایدم به استراحت احتیاج داشته باشم. تو بی خود بیان حسادت میکنی، بین ما هیچی چه اینطور، ولی از قبول نکردن هدیه من معلومه که کم کم داره به وجود میاد. اگرم اینطور باشه فکر نمی کنم مقصر باشم. تو زنه به اون خوبی و بچه هایی مثل دستگار داری، منم میخوای برای ای وای، حالا بیا و درستش کن. اگر بگم خرمو از کرگی دوم نداش باور میکنی؟ یعنی چی؟ راستش اینه که گوش کن جعفر، من هیچ دوست ندارم پشت سر زنه بدگویی کنی و به خاطر من زندگی تو از هم متلاشی کنی. چرا متوجه نیستی؟ اون زنی که تو دیدی هیچ عیبی نداشت. ببین جعفر، یه مرتبه برات گفتم من از آدم دورنگ و دروغگو متنفرم. حرفی نزن که فکر کنم دروغ میگی. زن چه عیبی داره؟ باز زن چه عیبی داره؟ هزار عیب. یکیش اون که اصلا اون زن مال من نیست. چی گفتی؟ اگه جرأت داری یه مرتبه دیگه هم بگو. منظورم اینه که اون مال من نیست. حرف دهنه تو بفهم و بزن جفر. فقط درباره یه زنی که خیانت میکنه آدم میتونه اینطور حرف بزنه. خب شاید منظور منم همینه دیگه. نه، اون زنی که من دیدم محاله. چی داری میگی؟ تو به این کفشایی که پای منه خوب نگاه کن، ظاهرش خیلی تمیز و قشنگه، مگه نه؟ ولی تو چه میدونی کجا پای منه میزنه؟ یعنی میخوای؟ بله، البته هنوز با چشمای خودم ندیدم، اما حتماً یه چیزایی هست. باید این موضوع ثابت کنی. نفهمیدم، این موضوع به تو چه ربطی داره؟ اتفاقاً ربط داره. اگه این موضوع ثابت بشه ها، اون وقت من راحت میتونم با تو زندگی کنم. دیگه وجدانم عذابم نمیده که یه خانواده رو نابود کردم. میفهمم چی میگی، ولی چطوری ثابت کنم؟ صبر کن، اگه نتونی ثابت کنی دیگه نه من نه تو. باش، سعی میکنم تا فردا مچشونو بگیرم بهت خبر بدم. منقدر بیارزه باشین، با اون همه زحمت مالا به چنگ آوردین اما نتونستین حفظش کنین. رئیس، آخه ما چه میدونستیم مدیر هتل جلومون سبز میشه؟ راست میگه، ما حتی تو دم درم اومدیم، اون تو بدشانسی آوردیم. بدشانسی کدوم مرد؟ این حرفا دیگه قدیمی شده. آدم وقتی تصمیم به یک کاری گرفت باسه انجامش بده. به هر حال الان ما تو صندوق هتله، باس بریم اونجا و یک اتاق بگیریم. غیر ممکنه رئیس، چون ما دو نفرم مثل گاو پیشونی سفید میشناسن. خودم فکرشو کردم، فقط یکی از شماها باشه کافیه. امروز منو تو وارد هتل میشیم و اتاق میگیریم. تفلیا، دلم برای این خانه خراب میسوزد. میره استراحت دیگه. بسته دیگه، اینقدر آب قوره نگیر، این بلاییه که خودت به سرم آوردی. آقا باید مدت در بیمارستان استراحت کنم. بازم استراحت؟ این آدم به شون نیست یه بار نه دیگه، چیزی نمیشه. آخه زنه که 30 سال از پسر بزرگتره. این از اشتباهات زندگانیست. سلام خانم. سلام، خوش اومدید. من و این شریکم که یکی از تجار بزرگ چین هستن یه اتاق لازم داریم. اشکالی نداره، مشخصاتتون رو بنویسید. متشکرم. آقای دروازه بان. بله خانم. یه اتاق بدید به آقای. اطاعت خانم. اتاق حاضره. آقای پسر اتاق دوازده. متشکرم. چین وای چه نزهه. من تا حالا از نزدیک یه مرد چینی ندیده بوده، ولی بقیده بنده این از اون چینی های ترکدار بود. چینی ترکدار دیگر یعنی چی؟ یعنی یک آدم کلک حقباز که خودش را به شکل چینی ها در آورده. آقای بوز کردن تو باز پوف کردی. آقای تو از کجا فهمیدی یارو بدلیه؟ بدلی از سیبیل آویزانش باشه. من خودم این کارم، ریش سیبیل مسویی را میشناسم. من که باور نکرد. باور نکردی؟ بسیار خوب، تو حاضری با منم خرید کنی؟ بزن قدش. میزنم فوری یک دست لباس چینی برای من حاضر بکن. میکنم تا کاری بکنم که دیگه از این بعد به من ایمان بیاری. میارم.
همین امشب باز کارو تموم کنیم. وقتی همه خوابیدن میریم سراغ صندوق. باز باش. بفرمایید. معذرت میخوام. یکی از سینیای مقیم هتل وقتی فهمید رفیق شما اومده اینجا بمونه خیلی خوشحال شد. میخواد ایشونو ببینه و باشون حرف بزنه. کام هیر پلیز مستر سوفکار. چون چین چین چون کم کم چین 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 چینگا چین جنگ ویتنام تمام جم جم وقتی تمام جم جم ویتنامی جنگ کم چم 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 اگر دروغ گفتی چینگا چین من دین 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 پس بای بای چینگا چین چینگا چین تنباکو میستر خوشخا پریز مستر سوخر بین 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 چیشک بودی که بالاخره اون چینی هست یا نه؟ بله اتفاقا از اون چینی های اصل قدیمی قدیمیه جان شما. تو از کجا فهمیدی؟ عجب خنگی هستی تو درست. من دو ساعتی دارم با مدرک چینی هست میزنم اون وقت این با من میگه از کجا فهمیدی؟ ببینم تو زبان چینی از کی یاد گرفت؟ مردی حسابی من مادرزاد چینی به دنیا آمدم. چین چین چخه خفتی چینی بیه تو مرد میخوایی دستمون روشه؟ آخه اون چه چرندیاتی بود که به هم بافتی؟ کی به تو گفت حرف بزنی؟ مجبور بودم رئیس، اگه حرف نمیزدم که خیت بود. تا اتفاقی افتادی؟ نه. چرا؟ من هیچ وقت ندیدم که تو روز مشروب بخوری. ببینم بازم محبوبه؟ آره. میدونی من هر بلایی میکشم از دست این زبون بی صابونده خودم میکشم. اون دفعه به خاطر یه تو میمیری همه ناراحتی کشیدم. حالا این دفعه از اون مرتبه من بدتر شدی. خب جریان چیه؟ چطوری بگم؟ من یادم میتونه یه قطعه الماس پاک و با لجن آلودش بکنه. این الماس کجاست؟ همینجا مقابل من وایساده. چی داری میگی جعفر؟ گوش کن آذر، دوباره یه دست گل به آب دادم. خودم هم نفهمیدم ولی نمیدونم چرا اینطوری شد. حرفتو بزن. راستش من به محبوب گفتم زنم به من خیانت میکنه. خب مبارکه، یعنی من به تو خیانت میکنم؟ مسخرم نکن، خود من نمیدونم چه غلطی کردم. ببینم چرا حقیقتو بهش نمیگی؟ بالاخره از دو حال خارج نیست، یا با تمام این دروغایی که بهش گفتی باهات عروسی میکنه یا ترکم میکنی. گوش کن آذر، ممکنه باور نکنی ولی من دیگه اشتیاق زیادی ندارم که با اون عروسی بکنم. منتظرم نمیخواد بفهمه تا این حد بهش دروغ گفتم. آخرش یه روز میفهمه. برای همینم میذارم از این شهر میرم، میرم جایی که هیچ کس منو نشناسه، جایی که اصلا نفهمم من اینقدر دروغگوه. خیلی خوب، من حاضرم. منظورت چی؟ مگه محبوب باور نکرد که من زن تو هم؟ چرا؟ خوب
حالا من معشوق برام بتراش. من حاضر نیستم حتی به دروغم شده تو یه زن خیانتکار معرفی بشی. من نمیخوام تو معشوق داشته باشی ولو اینکه ساختگی باشه. آخه به جز این کار دیگه نمیشه کرد. باش تو همون الماس پاک. نمیخوام با کارهای کثیف من آلوده بشی. نه اصلا من آلوده نمیشم، فقط میخوام به تو کمک کنم. ولی من ارزش این همه فداکاری رو ندارم. این موضوع رو من بهتر میتونم تشخیص بدم. تو فقط مردی که باید طرف مقابل من یعنی معشوق من باشه پیدا کن. ولی آخه آذر دیگه حرفشم نزن. بذار ببینم کی میتونه رول معشوق منو بازی کنه. اجازه هست بنده بیام تو؟ قربان شما برم. چی شده؟ نفهمیدم. میگم که نکنه بنده شاخ در آوردم. ای کلکا نکنه برای من خواب ما بیدیده باشی. نه بله چیچه بچه محبوبه؟ بله برو بله. سلام، میخوام یه خبری بهت بدم که هم خوبه هم خیلی بد و ناراحت کننده است برای من. چه خبری؟ مسئله که راجب کفش برات زدم یادته؟ متاسفانه باید بگم حدسم درست از آب در آمده. یعنی میخوای بگی زنه؟ نه من باور نمی کنم، غیر ممکنه. اون زنی که من دیدم آن اهل این کارا باشه. حالا که هست. بله امروز خودم شنیدم داشت با یه نفر تلفنی راندوو می داشت. البته که مربوط با یه زن که بیرون شهر راندوو نمیذارن. نه متاسفانه من نتونستم اون مرده بشناسم، وگرنه با همین دستهای خودم خفش میکردم. برای منو چی رو میزنی؟ محل ملاقاتشون رو فهمیدی کجاست؟ چه وقتیه؟ آره هر دو رو فهمیدم. برای منو؟ برای اینکه تو هم با چشمای خودت ببینی امروز اصل میام دنبالت که با هم بریم محل راندوو شو. میخوام تو هم ناظر گریان باشی. آره آره هرچند که من هنوزم نمیتونم باور کنم ولی باشه اصل منتظر هستم. با کی داشتی حرف میزدی؟ با جعفر. میگفت امروز زنش با یه من قرار ملاقات داره. یعنی ممکنه؟ البته که ممکنه، همش هم تقصیر تو. اگه تو با یه مرد زندار دوست نمیشدی و اونو وادار نمیکردی کار به اینجا نمیکشید. به من چه ربطی داری؟ اتفاقا به تو ربط داره. دوستی تو و جعفر باعث بی‌اعتنایی اون نسبت به زنش شده. از زنش هم برای اینکه محبت و گمشدهش رو پیدا بکنه به یه مرد دیگه رو آورده. درستی من گناهکارم. ببین تو نباید بذاری زندگی اونا به هم بخوره. تو اگه جعفر زنش رو با یه مرد غریبه ببینه حتما طلاقش میده. درستی من هر طور شده باید مانع ملاقات اونا بشم. خب چطوری میخوای این کارو بکنی؟ الان میفهمی. آخه زن و بچه های جعفر تو همون هتل زندگی میکنن. هتل مروارید بفهمه. من به خانم جعفر آقا کار داشتم. گوشی؟ بله بفهمین، من خانم جعفر هستم. شما؟ شما منو نمیشناسید ولی من شما رو کاملا میشناسم. میخوام ازتون خواهش کنم امروز بعد از ظهر بیان رستوران چلسیتون همدیگه رو ببینیم. من خیلی گرفتارم، با تلفن نمیتونین کارتون رو بگین. نه خواهش میکنم بیان، خیلی بی‌صلاحی زندگیتونه. یادتون نره رستوران چلسیتون. خدافظ. همه چی خبر داری؟ میدونه امروز با یه مرد قرار ملاقات داری. از محل ساعتش هم با خبره. دیگه چی میخوای بگم؟ بگم با رفتن تو به این ملاقات زندگی دستم پوچیده میشه، شوهرت طلاقت میده، بچه ها تو ازت میگیری. بازم بگم؟ آره. تو برای چی این حرفا رو به من میزنی؟ نفع و ضرر تو این کار چیه؟ میخوای بدونی؟ خیلی. پس طاقت شنیدنش هم داشته باش. شوهرت مدت هاست به من علاقه منده، عاشقمه، میخواد تو رو طلاق بده و با من عروسی کنه. ولی من از شبی که بچه های تو رو دیدم دیگه دلم نمیخواد این کار عملی بشه. فقط به خاطر بچه ها؟ نمیدونم، شاید یه چیزه دیگه هم باشه. ببینم تو هم جعفر رو دوست داری؟ الان احساس خودم رو درست نمیشناسم ولی میتونم بگم نه مثل روزه اول. پس چرا ترکش نمی کنی؟ بایی میدونم، فقط بدونین اگه 100% میخواستمش هیچ وقت یادم من یکی به من هدیه کرده بود براتون نمیفرستادم. چی؟ آره جعفر این گردنبند و شب جشن به من هدیه داد ولی من دیدم تو شایسته تر از منی. این گردنبند باید مالی تو باشه، برای همینم روز بعدش برات فرستادم. خیلی از شما ممنونم. صبر کنین، بالاخره حرف منو قبول کردین؟ با
بازم خواهش میکنم با اون ملاقات نرید. خدا از دور سرما خوش شدم دیسته هم امروز اینجا دو تا خون ریخته میشه، خون یک جد عاشق و معشوق. حالا کار زن بعدی به جایی رسیده که با سلمونی هتل میریده روی هم. هنوز که زنت نیومده، بذار بیاد و معلوم بشه این موضوع حقیقت داره، بعد جفتشونو بکش. راست میگی، اصلا حق با توه، باید صبر کنم تا شریک جرمش هم بیاد. ببینم، مگه نگفتی زن ساعت 3 بعد از ظهر اینجا قرار ملاقات داره؟ چرا؟ حالا ساعت 4:30 ولی هنوز نیومده. نمیدونم چطور شده، حتما تاکسی گیرش نیومده. قرار گذاشتیم سر ساعت 3 اینجا باشیم. با چی قرار گذاشتیم؟ هیچی، یعنی همین طوری اینا تلفنی با هم قرار گذاشتن، زن بنده با آقای صافکار. حالا دیگه من اصلا میدونی چه این مرچه رو میکشن خیال خودم راحت میکنم. نه تو رو من پدرش در میارم. اگر مردی وایسا که اومدم من که وایس دادم که دل خوشی دارم. من جفر که نیشدم از جا تکون نخور. من تکون نمیخوری آنت یه مردی سبی چرا من میخورد میکنم. بگیر من بکنم این حفا ندارم بزرم میرم از بکش بزنی مردم چه بردن من میخورم میخورم از خود رفا تو گرسته تو منه که رو قیمه بکنی مرد حسابی آقا برستی مگه من دیگر بردم آقا ببنی بنی 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 چی دخترم خیلی ناراحتی؟ نمیخوای علتشو به مادرت بگی؟ چیزی نیست مادر. چرا به من دروغ میگی؟ الان یک ساعت همین کنار چنبات میزدی و فکر میکنی منو که دیگه نمیتونی گول بزنی. تا حالا شنیدی وقتی یه نفر تو کویر میمونه و تشنگی سخت رو زورش میده چه حالی داره؟ بعد همون آدم وقتی از دور چشمش به آب زلال و وسیعی که نرم نرم موج میزنه میفته چه حالی پیدا میکنه؟ میدوه میدوه، ولی افسوس که فقط به سراب میرسه. حالا زندگی منم مثل همون آدم میمونه. منظور جعفر مادر؟ فکر میکردم با محبت میتونم اونو به طرف خودم جلب کنم، با عشق و فداکاری کاری کنم که اون دست از حرکات بچگانش برداره، ولی حیف که همش سراب. همه این مرد همینطورن مادر. مگه پدرت یادت رفته تو 3 ساله بودی و خواهر مرحومت 5 سالش که اون ما رو گذاشت و رفت، رفت و دیگه پیداش نشد. این فکر میکرد اگه به کوه و بیابون بزنه پولدار میشه و ما خوشبخت میشیم، ولی این نمیدونست برای زن بچه بودن خود مر از تمام ثروت دنیا بالاتر. ببینم مادر، اگه اون یه روزی برگرده و طلب بخشش کنه تو اونو میبخشی؟ اون هیچ وقت بر نمیکرد. نگفتی که به این کمک میکنی؟ چرا منو جلوی اون دختر دروغگو جلوه دادی؟ خیلی دلت میخواد بدونی؟ معلومه. پس بیا، به خاطر این هدیه لعنتی، هدیه که به کسی دیگه بخشیده بودی، به محبوبه عزیزت، و اون از راه ترحم و دلسوزی برای من فرستاد. خیالم پیش خودم کردم، خیال میکردم تو اونو به من هدیه کردی، خیال میکردم تو منو دوست کردی. عشقت نشون میده که اونو دوست داری. افسوس که اون نمیفهمه دوست داشتم یعنی چی.
برای اینکه بیشتر مواظب به هتل باشیم بهتره تو امشب همینجا بپلکی. صبح من به مدیر میگم که تا صبح بیدار مونی. باشه باشه. من رفتم. یه کلک چرا؟ سب کن ببینم نکنه در این من اینجا میخری اون با خودت به هوای خواب بری اتاق گولی ها؟ این حرفات چیه؟ من به تو خیانت بکنم؟ اختیار تو خیانت؟ با. تو اصلا بی خیانت زندگی نمی کنی. با اجازه تو اینجا باش، من میرم میخوابم. صبحم با این مدیر میگم یک پاداش خیلی خوبی هم به جناب عالی بدهد. با اجازه شما. خدا حفظی. زمین گرمت بزنه مرد. هتل مرواری بفرمایی. بله رزرو کرد. خواهش میکنم. سلام، سرکار جان دیلم حسین قولی، همه اصلا درسته؟ بله بله بسیار، خواه رو بارا بردن؟ بله 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 کافی؟ بله بسیار خوب، یه من اصلا خوب چشم چی شد؟ سلام خانم، حالتون چطوره؟ اومدم با هاتون یه قهوه بخورم. آه آه، امروز آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ از بالای سر شما. خب موقع نهاره، ممکن افتخار بدین نهار رو با هم بخوریم؟ آه خواهش میکنم. پس بفرمایید. دعوت مهمونای هتل رو قبول کنی. من هر کاری دلم بخواد میکنم. به کسی هم مربوط نیست. شما اونو دوست داری خانم، مگه نه؟ ببخشیم که این سوال رو کردم. میخوام بگم اونم شما رو دوست داره. شما از کجا فهمیدی؟ زیاد مشکل نبود. همونقدر که یه مرد نسبت به زنی تعصب نشون بده کافیه. معلومه اونو دوست داره. ممکنه شما درست بگی، ولی این موضوع درباره اون فکر نمی کنه. چرا؟ من عشق تو رو تو چشمای اون دیدم، ولی حد میزنم صدی بین شما هست که مانع رسیدن شما ها به هم میشه. پای یه دختره دیگه در اون قطع کن. نه، پایی که قطع بشه پای منه. من باید خودم رو کنار بکشم و همین امروز هم این کارو میکنم. انگار داره عروس میبره. شش که قربان شش. شما عجبانی هستی، من دستبچی میشه. عجب بساطی قربان. به نظرم بین آذر اون یارو بگو مگویی شده. خیلی عصبانی بود. اولا آذر نیست و آذر خانومه. ثانیا الان کجاست؟ اون بابا تو رستورانه. آذر خانمم رفت بیرون. سگر باشم تو هم بود. چی؟ رفت بیرون؟ پچه زودتر به من نگو. من چه میدونم؟ اون خنگ خدا کفه دست همه بو کرده بودم. برو خدا رو شکر بکن که پس گردنی نخوردی. خیلی عصبانی. بفرما بیان نیکی بکن و لا اله الا الله. اصلا من نفهم تو اتاقا من تو چی کار کنی؟ من از شما معذرت میخوام. آخه میدونی؟ بله من... شما فکر میکنین چون رئیس اون هستین هر کاری دلتون بخواد میتونین بکنین. نه منظور من این نبود. من آذر الان بگن گوش کن پسرم، اون از این ناراحت که تو احساس باطنی اونو درک نمیکنی، محبت اونو نمیفهمی. اون واقعا به تو علاقمنده، از صمیم قلب تو رو دوست داره. برای همینم فکر میکنم دیگه به اینجا بر نگرده. اون میگفت پای یه دختر دیگه در میونه، میگفت بهتر خودشو کنار بکشه. نه نه، اون نباید این کارو بکنه. اون نباید این کار رو بکنه.
اینجا توی این هتل چه خبر هست؟ همینجوری قایم موشک بازی در آوردن. نفهمیدم تو رو سننه. آها اتفاقا منم مننه. اوف چیه بوزگالیش. من سلمانی این هتلم، باید بفهمم کیمیا یا کیمیا بود. همینطوری که نمیشد. نمیفهمم برای چی میخوای بدونی؟ آها برای اینکه واردیم ریششو بتراشم از خارجینم انعم بگیرم. بفرما میمانم هم آمد. اون که مادر آذر میمون. آذر خانم سلام علیکم. سلام سلام. آذر کجا؟ والا بنده نفهمیدم آذر خانم کجا تشویش بردن، با منم چیزی نگفتن. بی خود میگه خانم، از من بپرسین. خب آذر کجا؟ والا آذر خانم تشریف بردن بیرون، ولی نفهمیدم کجا رفت. راست راستی که قربان عمه تو بری. نگاه کن میبینی با سنگ پای غزنین میگه پسر خاله. در هر حال من باش کار داشتم، قرار بود بمونه تمام بیام. ممکنه دیگه پیداش شه. پس بهش بگی من اومدم نبود، باز دوباره بر میگردم. خب خداحافظ. باشد خداحافظ. نردش داشتی نه؟ باید من تعارفش کنم به تو. چه تو خودت سربر دیگری هستی. ببخشید حتی تا آقا یواش بره، منه ترسن. ممکنه بگین اون زن کی بود؟ ای کلک، اون مادر آذر خانومه. خیلی هم نجیبه. بله. آره من برای همین اینجا اومدم. اومدم حقیقت رو بهت بگم. من زن جعفر نیستم. اون بچه هاییم که دیدی مال اون نیست. چرا حالا اومدی این حرفو به من میزنی؟ برای اینکه اگه تصمیم داری با جعفر عروسی کنی، با خیال راحت این کارو بکن. ببینم تو جعفر رو دوست داری؟ دلم نمیخواد به این سوالت جواب بدم، ولی آرزو دارم شماها سعادتمند بشین. خب حالا توقع داری به خاطر این فداکاری ازت تشکر کنم؟ نه هیچ توقعی ندارم، به خاطر خودم این کارو کردم. خدافظ. خودش داره میاد اینجا، نمیخوام منو ببینه. ممکنه یه جایی مخفی بشم. البته برو تو آشپزخونه. خب آقای جعفر خان، این دفعه اومدی چه دروغی بگی؟ هرچی تو چند داری بریز بیرون. دفعه آمدم حقیقت رو بگی. حقیقت؟ اونم از زبونه تو. خب بگو ببینم. راستش من تصمیم گرفتم با زن بچه هم زندگی کنم. آذر واقعا زن خوبیه. اون موضوع خیانتم دروغ بود، خودم صحنه سازی کرده بودم. ببینم تو واقعا فکر میکنی آذر رو دوست داری؟ فکر چی؟ حد بودم. خیلی وقت عاشقش بودم و خودم نمیدونستم. حالا تصمیم گرفتم دور همه کارامو خیط بکشم و فقط با اون زندگی کنم. معذرت میخوام که ناراحتت. معذرت برای چی؟ چیزی که عوض داره گله نداره. مرسی. ای بچه خوب همیجه. بندم همیشه صورت جنابالی رو عالی اسلام میخونم جمش. ای با راستی لطفا 50 تومانم برای قدیجون انعام بنویسی. ممنونم خوزا. چه؟ شریکی ما. نفهمیدم اصلاح رو بنده کردم پول با تو شریکم. بیبین چی میگه؟ برو بگو تو صورتیت 50 تومانم برای چی بنویسی. همه ویل کن انعام منه بگو، اینه ببین شریکی ماو. اگه مسخره کنی محکم میذارم تو اون پوزه. بازم بچت بوز کردم تو همش دوربار میداری. بازم نفذرم. چه خبره؟ چه خبرتون شده؟
چرا اینقدر اینجا سر صدا؟ این چه میدونه چیه؟ این قربان اساس زندگی های شوشوخانه که زده به چک به جیم خورده. اینم نوبه تسکی که زده به چک در رفته قربان. خیلی خوب اینا رو جمعش کن. جمع کن بسر. آی جمع کن. یلا مشخصاتش هم به شهربانی اطلاع بدی. چش قربان. بیا تو دفتر من این کارو بکن که مشتریای هتل ناراحت نشن. صاحب کارتو هم به کارت بره. با چش قربان. ای شریف ما. یک برای سرت بیارم. متشکرم جانم. کسی از دست خون نخوره. آقایون بدون این تو سر صدا کنم بیا بیرون. باشه. خیلی خوب. خیلی خوب. گوشی رو بذار. خیلی بی سر صدا هر کاری میگم انجام بده. وگرنه مجبور میشم با یه تیر خلاصت بکنم. از من چی میخوای؟ جواهره تو. سر اون صندوق باز کن. نه این کارو نمی کنم. باتون خود بازی نکن دختر. صندوق باز کن. گفتم نمی کنم. کنین. هر کاری میگه بکن. نه این کارو نمی کنم. اون جواهرات شما رو میخواد. اون جواهرات مال منه. خواهش میکنم بذار ببره. من نمیخوام به تو آسیبی برسه. خواهش میکنم. باید قربان تو برم. پرپایی یک تلفن بزن اداره پلیس خبر بده زودم برگرده. با جسم دیوار بی پدر مادر تکم نخوری قل سلا با همین که فرنگی زنده باد خودم تکم بخوریم پدر سرزره بودم گولی رو فرستاده میداره پلیس خبر بده الان برمیکرده ای جنازه برو بین آمدی اینه بودو خیلی از شما ممنونم که جون آزر نجات دادید بجین صورت حساب من حاضر کنند چی؟ نمیفهمم الهی هیکل نازنین زیر گل بره نه نه رابرو بینم دماغ سوخته میخریم دست بالا بیا رکت درست بایستا اگر یک دفعه دیگه از این کارا بکنی یا بلایی به سر تو بیارم که در تا تو کسیلی متعفیم بفرمایی ممنونم میتونم چرا این کارو کردی؟ کدوم کار؟ چرا به خاطر نجات من میخواستین این همه جواهر رو از دست بدی؟ میدونی خانم به نظر من جون یک انسان مخصوصا دختری باهرات دنیا با ارزش تره شما یک انسان واقعی هستین کاش میتونستم یه جوری این بزرگواریتون رو جبران کنم ممکن یه خواهش ازتون بکنم خواهش میکنم اجازه بدین پیشینتون رو به عنوان خداحافظی ببوسم هر طور میلتونه گردنشی بیمه تو گردنش شب شب کنم بانجا زن شروع دنی سلام حق داری بایدم سرت از شرم پایین بندازی خیلی دنبالتون گشتم تا اینکه دو سه ساعت پیش تو رو اینجا دیدم وقتی فهمیدم دخترم به این بزرگی شده خوش خجالت کشیدم تو صورتتون نگاه کنم برای همینم تصمیم داشتم بدون اینکه شناخته بشم از اینجا برم ببین زینت من برای تو شوهر خوبی نبودم اگه تمام ثروت دنیا رو به پاس بریزم بازم نمیتونم اشتباهی که درباره تو کردم جبران کنم تنها پس انداز 20 سال زحمت من تو این کیفه دلم میخواد اون به عنوان یه هدیه یه ناچیز از من قبول کنی نصر من پول و ثروتی تو رو نمیخوام همونطور که 20 سال پیش نخواستم فقط خودت برام مهم بودی همینطور که الان هستی بازی الان حسابتو میرسه یه بلکنجا پیری یه بلکنجا بابا فیلم تمام شد من که ول نمی کنم